بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. مدت ها بود که به شما قول دادیم با آقای احمدعلی مسعود انصاری خواهیم بود. ایشان از نزدیکان خاندان پهلوی هستند، معتمد شاه و معتمد و مشاور رضا پهلوی. امروز میخوان درباره شاه، ملت و سیاست خارجی ایران در زمان شاه صحبت کنم. اجازه بدین من به ایشون سلام کنم، خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار شما قرار میدم. آقای انصاری، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید اوضاع و احوال چی بوده، چی میخوان بگین درباره شاه، ملت و سیاست خارجی ایران در زمان شاه. بفرمایید. جناب سربی، خدا رو شکر میکنم، از شما ممنون هستم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. از آقای پتیک قربان در ضمن تشکر بکنیم، چون ایشون همیشه بزرگی کرده و من امروز در همین مواردی که شما فرمودید یه برنامه‌ای رو تهیه کردم که قسمتیش رو براتون میخونم، قسمتیش رو برایتون شرح میدم و در هر صورت من وقتی با بینندگان هستم، با شما هستم، فکر میکنم که با دوستان خودم هستم، با فامیل خودم هستم. در نتیجه اگه بعضی جاها تو اون کارها به صورت پروفشنال و به صورت خیلی دقیق انجام نمیشه، منو ببخشید. شما به انشالله خدا منو ببخشه، انشالله شما منو ببخشید و برنامه رو با نام خدا شروع میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پناه به تو میبرم از شر وسوسه های شیطان مردم. با توکل به خداوند و با نام خدا برنامه امروز رو شروع میکنم. به نام خدایی که یکیست و به غیر از او خدایی نیست، همه چیز از او و در احاطه قدرت اوست، از او آمده ایم و به او باز میگردیم. هدف من از این برنامه با ارائه تجربیات خود برای شناخت بهتر شاه، ملت و سیاست خارجی ایران در زمان شاه است. خداوند در سوره احزاب آیه 70 میفرماید: ای اهل ایمان، متقی و خدا ترس باشی و همیشه به حق و ثواب سخن گویی. خداوند در سوره اسراء آیه 36 میفرماید: و هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری دنبال مکن، که چشم و گوش و دلها همه مسئولند. خداوند در سوره اسراء آیه 80 میفرماید: و بگو بار الها، مرا به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج فرما، و از جانب خود بصیرت و حجت روشنی که دائما یار و مددکار باشد عطا فرما. من برنامه رو با یک پیشگفتار شروع میکنم و در دو مورد اول صحبت میکنم و یا مقدمه پیشگفتار، حالا هر جوری که درستر این رو شرح دادم. اول از همه باید بدونیم که در هر جمعی، چون ما میخواییم راجع به خود ملت که خود من جزی از اون هستم و شاه صحبت بکنیم، میگم در هر جمعی، در هر انسانی خوب و بد هست و ما باید خوبی ها رو بگیریم و بدی ها رو از خودمون دور کنیم و بدی ها رو از بین ببریم و این رو باید از وجود مبارک خودمون شروع کنیم. هر عملی در خودش مستقله و قضاوت هم با خداست. یعنی ما امروز نمیتونیم بگیم که آقا شاه آدم خوبی بود یا آدم بدی بود، یا ملت ایران دونه دونش آدم های خوبی هن یا بدی هن. ما دارای ترکیبی از خصائص خوب و خصائص بد هستیم و انشالله باید خوبی هاش رو اضافه کنیم و بدی هاش رو از بین ببریم. و قضاوت هم با خداست. یعنی تنها کسی که میتونه قضاوت بکنه خداونده و مسائل هم نسبیه. مطلب دومی که دوست دارم قضاوت باز به نظر بینندگان عزیز بیارم مسئله ظرفیته. انشالله و به لطف خداوند، خداوند ابتدا باید در هر موردی ظرفیت لازم را به ما عطا بفرماید و بعد خداوند در آن مورد آن نعمت را در اختیار ما بگذارد. اگر خداوند ابتدا ظرفیت لازم را در آن مورد به ما عطا نفرماید، آن نعمت نه تنها به ما کمکی نخواهد کرد، بلکه ما را نابود می‌کند. به چند نمونه از این موارد می‌پردازم. خداوند ابتدا ظرفیت داشتن ثروت را به ما عطا کند و بعد نعمت آن ثروت را به ما ارزانی دارد. در غیر این صورت آن ثروت ما را نابود خواهد کرد. خداوند ابتدا ظرفیت داشتن قدرت را به ما عطا کند و بعد نعمت آن قدرت را در اختیار ما بگذارد. در غیر این صورت آن قدرت ما را نابود خواهد کرد. خداوند ابتدا ظرفیت داشتن علم را به ما بدهد و بعد نعمت آن علم را به ما عطا فرماید.
در غیر این صورت آن علم باعث نابودی دارنده آن خواهد شد. در اینجا ظرفیت علم ما میتواند فهم ما باشد. برای مثال میتوانیم به علم دین توجه کنیم. ابتدا باید درجه ایمان خود را بالا ببریم و بعد به افزایش علم دین خود بپردازیم. ظرفیت در اینجا درجه ایمان ماست. همیشه باید توازن بین درجه علم و درجه ایمان برقرار باشد. آنهایی که درجه علم خود را بالا میبرند ولی درجه ایمان را بالا نمیبرند، آن علم را درک نمی کنند. در نتیجه عده‌ای گیج می شوند، عده‌ای بر می گردند و عده‌ای هم دکان درست می کنند و عده‌ای هم توتیوار عمل می کنند. خداوند ابتدا ظرفیت داشتن آزادی سیاسی را به ما عطا بفرماید و بعد نعمت آزادی سیاسی را به ما عطا بفرماید. در غیر این صورت آن آزادی سیاسی ما را نابود خواهد کرد. در اینجا ظرفیت، در اینجا فهم و پختگی سیاسی است. حالا میرسیم به شاه. چند نمونه از خصوصیات اخلاقی شاه به صورت اختصار برای شما عرض میکنم. شاه خود را پدر مملکت محسوب میکرد، در صورتی که در حقیقت او میباید در رأس خدمتگزاران مردم خود را میشناخت. شاه خواهان عظمت ایران و خوشبختی مردم آن بود. شاه فکر میکرد مردم ایران به صورت عمومی پختگی لازم را برای آزادی های سیاسی و داشتن حق سیاسی خود را ندارند. از این رو تمام سعی خود را در پیشرفت نظامی، اقتصادی و آموزش پرورش در سطوح مختلف گذاشت و به رشد سیاسی مملکت توجه لازم را نکرد. آیت الله شریعت مداری میگفت اعلی حضرت در طول سلطنت خود اجازه نداد تا سیاستمدار قابلی تربیت شود تا بتواند کشور را در زمان بحران اداره کند، چون تربیت دانشگاهی کافی نیست و تمام شدن دانشگاه اول کار است و باید آن دانش با تجربه آغشته شود و جلا بگیرد. علم بدون تجربه کافی نیست. به واسطه اختناق سیاسی زمان شاه بعد از واقعه 28 مرداد امکان اندوختن تجربه سیاسی وجود نداشت و سیاستمدار با تجربه تربیت نشد. حالا بحث دومی که من براتون صحبت میکنم در مورد ایمان شاه است و من این مصاحبه شاه رو با خانم آریانا فالاچی ندیده بودم و اون رو دیدم و قسمت هایی رو براتون میخونم. حالا این خانم آریانا فالاچی است که از شاه سوال میکنه. آه خدای من. و اینم براتون بگم، این مصاحبه در اکتبر سال 1973 واقع شده. حالا آه خدای من، باید ناراحتی بزرگی باشد. میخواهم بگویم کسی که میخواهد به جای مردی شاهی کند باید موجود خیلی تنهایی باشد. حالا شاه جواب میده، انکار نمی کنم که تنهاییم بی نهایت عمیق است. پادشاهی که هر حرفی میزند یا هر کاری انجام میدهد و میداند که نباید به کسی حساب پس بدهد مسلماً خیلی تنهاست. ولی به طور کلی من تنها نیستم، بلکه نیروی مرا همراهی میکند که دیگران آن را نمیبینند. قدرت من قدرت خدایی است. در ضمن دستورهای مذهبی دریافت میکنم. من خیلی مذهبی هستم. به خدا نیز اعتقاد دارم و همیشه گفتم که اگر خدا وجود نداشته باشد باید اختراعش کرد. آن بدبخت هایی که خدا ندارند خیلی مرا رنج می دهند. بدون خدا نمی شود زندگی کرد. من از 5 سالگی با خدا زندگی می کنم، یعنی از همان زمانی که به خوابم آمد. حالا خانم فالاچی سوال می کنم، عالی جناب، چه کسی با چه چیزی به خوابتان آمد و چه دیدی؟ من تعجب می کنم که در این مورد چیزی نمی دانید. همه می دانند که من چندین بار خواب نما شدم. در کتاب خود در این مورد نوشتم، در کودکی خواب نما شدم، یک بار در 5 سالگی، یک بار در 6 سالگی. بار اول حضرت علی را خواب دیدم. حادثه‌ای برایم پیش آمد، داشتم بر روی سنگی می افتادم که او خودش را بین من و سنگ حائل قرار داد. می دانم برای این که دیدم، نه در خواب بلکه در واقعیت. فقط من دیدم و بس. حتی شخصی که مرا همراهی می کرد به هیچ وجه او را ندید. هیچ کس غیر از من هم نباید او را می دید. برای اینکه آه می ترسم شما مرا درک نکنید. حالا باز خانم فالاچی سوال می کنید، عالی جناب، راستش را بخواهید من از این قضیه چیزی نمی فهمم. خیلی خوب شروع کرده بودیم، ولی حال این داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نیست. حالا شاه جواب می ده، برای اینکه شما به آن اعتقاد ندارید.
نه به خدا نه به من. خیلی ها باور دارن، حتی پدرم نیز باور نمی کرد. نه تنها هرگز باور نمی کرد، بلکه مرا مسخره می کرد. خیلی ها با احترام از من سوال می کردن که آیا هرگز در این مورد شک نکردم که این یک رویا یا فانتزی بوده باشد، و من جواب می دادم خیر، نه به خاطر اینکه به خدا اعتقاد دارم و می دانم از طرف او برای انجام یک مأموریت انتخاب شدم، بلکه خواب نما شدن من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادم. سلطنت من کشور را نجات داد به خاطر اینکه خدا کنار من بود. می خواهم بگویم تمام کارهایی که برای ایران کردم به تنهایی برای ایران انجام ندادم. اینجوری باید بخونم. و کسی که پشت سر من بوده خدا بوده است. متوجه می شوید؟ حالا این صحبتی بوده که شاه با خانم فالاچی کرده که برای منم خیلی جالب بود، چون حالا بعدن بیشتر براتون باز می کنم. حالا مطلبی دیگری که من در این مورد خواستم براتون بگم، صحبتی بود که من با شاه در قاهره داشتم. من قبل از اینکه ایشون فوت بکنه در قاهره یک ساعت با ایشون بحث کردم که به ایشون میگفتم که شما ایمان دارید چون خداوند به شما ایمان عطا فرمود. به ایشون به من میگفت نه احمد، من ایمان دارم چون خودم انتخاب کردم. ما یک ساعت با هم بحث کردیم و نتونستیم هم دیگر رو متقاعد بکنیم، و بعد من از آقای آیت الله قروی که انسان بسیار خوبی بود، پسر شیخ کمپانی، از ایشون سوال کردم. به ایشون به من گفت هر دوتون راست میگید، و من سالها نفهمیدم و بعد برای خودم استدلال کردم که شاید من از روزی که به دنیا آمدم خدا رو میشناختم، پس خداوند از روزی با من با ایمان به دنیا آمد، و شاید شاه با ایمان به دنیا نیامده بود و انتخاب میکنه، همونطوری که حضرت عیسی میفرماید در رو میزنه و خدا در ایمان رو به رویش باز میکنه. ولی بعد از اینکه من این مقاله رو خوندم، خب ایشون داره میگه که از سن 4-5 سالگی به خدا ایمان داشته. حالا چطور بوده که ایشون خودش انتخاب کرده؟ من اون استدلال قبلی خودم رو پس میگیرم، چون برای من روشن نیست. ولی در صورت خداست که ایمان میده، و خداوند در سوره یونس آیه 100 میفرماید و هیچ یک از نفوذ بشر را تا خدا رخصت ندهد ایمان نیاورد، و پلیدی را خدا برای مردم بیخرد که عقل را کار نبندن مقرر می‌دارد. مسئله دیگری که شاید خیلی جالب باشه براتون عرض بکنم، به خصوص باز در ارتباط با همین مقاله‌ای که در اکتبر سال 1973، یعنی درست قبل از اینکه قیمت نفت عجیب شروع کنه بالا، یعنی عجیب که نه، خلاصه یه مقداری بالاتر رفتن و ایران قدرت مالی خیلی قوی تری پیدا بکنه، در حقیقت انجام شده. یعنی در همون، یعنی این شروع بالا رفتن قیمت نفت تا اونجایی که به یادم میاد. من همونجوری که چندین بار در مصاحبه‌های مختلف گفتم، خب من رو در پیش شاه، اولا که من متوجه شدم که چرا شاه منو دوست داشت، رو منو انتخاب کرده بود، چون خیلی از مسائل ما مشترک. من هم تجربیات زیادی کردم و حتی براتونم عرض کردم که شاه رو این همین یک ساله دوبار خواب دیدم که ایشون به خواب من آمد و گفت که احمد به من کمک کن، و گفت من زنده هستم. و من تا اونجایی که میدونم کمکی که ایشون از من میخواست برای این بود که من حقایقی رو که میدونم برای همه بازگو کنم، که تا اونجایی که میتونستم کردم، و به خصوص در مورد نقش فرح خانوم و یارانش و در انقلاب ایران و کارهایی که اینها انجام دادن. بعد من چون ایشون من رو خلاصه مذهبیه، منو بهم میگفتن مؤمن آل فرعون در خارج از دربار، همونجوری هم که گفتم داخل دربارم که به من میگفتن عقب افتاده و آخوند و دیوانه و از این صحبتهای. بعد شاه که منو میدی بعضی وقتا به من میگفت که احمد تو میدونی که من به خدا ایمان دارم، ولی چرا خداوند این کارو میکنه، چرا اون کار میشه؟ که شوخی کردن و بعد خندیدن، و بعدم منم دائم بهشون میگفتم که آقا نکنید، خدا دوست نداره. و اون 30-40 نفری که در دربار دور ایشون بودن، اونها هم شروع میکردن به منو مسخره کردن و خندیدن، که خیلی چیز شاید خوبی نبود، خیلی خلاصه احساس خوبی من نمیکردم، ولی خب من کار خودم رو میکردم.
و امروز هم انشالله سعی میکنم کار خودم رو در چارچوب رضایت خدا بکنم. هدف من رضایت خداست، نه رضایت چیز دیگه. و بعد انقلاب شد، انقلاب شد و ما رفتیم در مکزیک، در کیورنواکا من نشسته بودم، شاه سر میز نشسته بود، من بغل دستش نشسته بودم و رضا، همین آقای رضا پهلوی، ولیعهد ایشون وارد شد و خواست با خدا شوخی کنه که شاه بهش حمله کرد، گفت با هر کی شوخی میکنی با خدا شوخی نکن، ببین چطور میشه. که برای منی که سالها به اینها این رو گفته بودم درس بزرگی بود. بعد خب من همونطوری که عرض کردم، به عقیده من دلیل از برای از دید شاه، شاه انقلاب ایران رو پیش آورد، شاه در تبعید به خدا نزدیک شد و توبه کرد و رفت. یعنی این خودش یه دلیل برای از دید من، انقلاب ایران برای شاه شاید یه موهبت، برای اینکه این فرصت توبه رو به شاه داد. وقتی به این مواد خانم فلاچی نگاه کردم، توبه از چی؟ توبه رو معمولا کسانی انجام میدن که یک گناهی مرتکب شده باشن، توبه میکنن. به نظر شما شاه از چه چیزی توبه کرد؟ خب اولا که من چیزی که عرض میکنم، اولا همه ما گناهکاریم، ما آدمی بیگناه که نداریم در دنیا. در نتیجه همونجوری که حضرت عیسی میفرماید، حالا اتفاقا همین مسئله ای که تازه شاید امروز متوجه شدم، حتی اینو ننوشته بودم، ولی بعد از خوندن این مقاله خانم فالاچی، اولا که همه ما گناهکاریم، پس این که مثلا حتی آقای ترامپ میاد میگه من هیچ وقت توبه نمی کنم، این غلط میکنه، چون اصلا حضرت عیسی میگه اون کسی که بیگناه اولین سنگ رو بزن. ما اصلا نداریم کسی که بیگناه. و دو این که این مصاحبه وقتی ما نگاه میکنیم در سال 1973، از سال 73 تا 79 شاه خیلی مغرور شد و این غرور خودش گناهه، و برای همینم شاه، برای همینم به نظر من خداوند شاه رو بیدار کرد با انقلاب ایران. حالا ما فقط از دید شاه نگاه میکنیم، نه از دید ملت که حساب هر کسی خودش مسئوله، هر کسی خودش حساب خودش رو با خداوند داره، ولی این غرور رو خداوند در هم شکست. و این غرور به خصوص از سال 73 تا سال 79 بیشتر از قبل شد. حالا ما راجع به غرور هم صحبت خواهیم کرد. و در صورت، ولی به طور کلی در جواب شما، همه ما گناهکاریم و خداوند فرصت توبه رو به شاه داد، غرورش رو شکست، فرصت توبه رو بهش داد و برد و او رو آمرزی. اینجوری که من میبینم. البته حالا میرم به، میگم شاه انسان مهربان و خجالتی بود. این یک خصوصیت دوم شاه، ایشون هم مهربان بود و هم خجالتی بود. از این رو برای او سخت بود که به خانواده خود نبگوید و عده‌ای در خانواده از این خصوصیت شاه سوء استفاده کردند. یعنی ایشون نمیتونست بره به همین شاه دخت اشرف بگه که آقا کمتر شما تو کارهای تجاری دخالت کنید، توی معذرت میخوام چیز وارد نشید، من تجارت مواد مخدر نمیدونم، چیزایی که همه هر و هزار کار دیگری که اینها همه به شاه و به ایران ضرر زد، ولی ایشون نمیتونست. یعنی اینقدر آدم خجالتی و مهربانی بود که براش مشکل بود. نمیتونست با اینا روبرو بشه، خیلی کم برخورد. مسئله سوم، و این خیلی به ایران ضرر زد، این ضعف ایشون، حالا ما راجع به ضعف هم صحبت میکنیم، ولی این بیشتر رو مهربانی و خجالتی بودن. حالا میایم صحبت غرور شاه. قدرتی که خداوند به شاه عطا فرمود شاه را مغرور کرد. بدترین آرزه غرور این است که قدرت انسان بدترین آرزه غرور این است که قدرت انسان را کور و از حقیقت به دور میکند. یعنی قدرت باعث میشه که انسان کور بشه و حقیقت رو نبین. همین غرور باعث شد تا شاه استدلال فضای باز سیاسی رو بپذیرد. یعنی وقتی ایشون آمد فضای باز سیاسی رو داد و کارهاش خراب شد و شلوغی ها شروع شد، فرح خانم و یارانش و حتی من فکر میکنم شاید آقای هویدا، اینها شاه رو متقاعد کردن که بعد از 37 سال اختناق اگر شما آزادی بدید این مسائل پیش میاد و رد میشه. و ایشون انقدر سلطنت خودش رو محکم احساس میکرد که وقتی متوجه شد، یعنی بعد از عید فطر که براتون شرح دادم، ایشون یه دفعه دید که اینطوری نیست که همه ایشون رو دوست دارن، دیگه دیر بود که کاری بکنه. پس این غرور باعث شد که اون استدلال رو بپذیره. یا در قاهره و
به من بگوید احمد خدا را شکر که کسی به من فحش نمیدهد. من همینطوری که براتون شرح داده بودم، من در قاهره یه ماه، یعنی دو ماه قبل از فوت ایشون یا یه ماه و نیم قبل از فوت ایشون که با هم نشسته بودیم، ایشون برگشت به من گفت که احمد خدا رو شکر که کسی به من فحش نمیده. که من برگشتم گفتم اختیار دارید، پس دارم به بنده فحش میدم. که بعد بهشون گفتم که چی میگن، که حالا وارد اون اینجا چون قبلا براتون گفتم دوباره نمیگم. ولی ایشون به قدری غرور ایشون رو کول کرده بود که حتی این همه ایشون از مملکت بیرون کردن، این همه دارن فحش میدن به تمام در و دیوار، فحش مرگ بر شاه و دیگه هر چه که بگی دارن به ایشون میدن و ایشون هنوز نمیتونه ببینه و این غروره که انسان رو کول میکنه. سومین مطلبی که در مورد غرور اینجا نوشتم که دوست دارم براتون بگم این است که ایشون مگر هیچ کس مگر خود را به حساب نیاورد. یعنی شو فکر نمیکنه هیچ که مگر خودش آدمه، شوخی نمیکنم و این حقیقت. این خصلت در رفتار شاه در مورد امور داخلی برقرار بود و در اواخر سلطنت تا زمانی که روحیه خود را از دست نداده بود برای خارجی ها هم همین گونه بود. شاه برای تا اونجایی که من ایشون رو دیدم، در طول زمانی که من ایشون رو میشناختم، ملت ایران رو که فکر میکرد که ایشون پدره، اونام بچن و ایشون هم باید مثل بچه ها با ایشون رفتار. خارجی ها رو هم بعد از این که همون سال 72-73 قیمت نفت بالا رفت، تا زمانی که همون عید فطر که ایشون یه دفعه روی خودشو باخت، اونا رو هم به حساب نمی آورد. یه 4-5 سالی اونها رو مثلا به حساب نمی آورد و مصاحبه ها و چیزایشون هست که این رو نشون میده. ولی به محض این که روحیه رو باخت، دوباره اونها رو تا اندازه زیادی به حساب آورد. حالا چهار، شاه برای کاری که بر روی دوش او گذاشته شده بود ضعیف بود. ایشون همون جوری که گفتم اگه قرار بود یه کار عادی داشته باشه، نه، اصلا آدم ضعیفی نبود، آدم خیلی هم میتونیم بگیم خب آدم عادی بود. ولی برای سلطنت، برای کاری که بر روی دوش ایشون گذاشته شده بود و کاری که میکرد ضعیف بود. خب این هم مسائلی است که من در این مورد سه مورد رو براتون میگم. شاه از کودتا میترسید و افسرانی که از خود قدرت تصمیم گیری داشتن را اجازه نمیداد از سرهنگی بالاتر بروند. این ایشون چون از کودتا میترسید، هیچ وقت نمیذاشت کسی که خودش از خودش بتونه تصمیم بگیره از سرهنگی بالا بیاد که یه دفعه برای ایشون کودتا نکنه. بعد برای همینم هم در زمان انقلاب، مرا مثال اگر که قرار بود که یکی بیاد و خود شاه نمیتونست تصمیم بگیره، هر تصمیمی هم که میگرفت فراخانوم خونسا میکرد و آقای کارتر هم اون موقع میگفت خود شاه باید تصمیم بگیره، یعنی تازه بعد از اینکه ایشون بعد از عید فطر رو دارم صحبت، هیچ افسری و هیچ کدوم از این تیمسارهای ما خودشون قدرت تصمیم گیری نداشتن که برن کار رو تموم کنن و کاری رو انجام بدن و مملکت رو حفظ کنن. همه نشسته بودن ببینن که شاه چی. همیشه افراد ضعیف‌تر از خود را به دور خود جمع کرد. چون شاه آدم ضعیفی بود، همیشه افراد ضعیف‌تر از خود را به دور خود جمع کرد. سیاستمداران پخته و با استخوان ایران را خانه نشین کرد. یعنی تمام افرادی که اینها واقعاً ارزش سیاسی داشتن، یعنی فقط اونهایی که مملکت رو میتونستن به عنوان تکنوکرات اداره کنن دور شاه رو گرفتن و اونهایی که از شاه ضعیف‌تر بودن، سیاستمدارای قوی ایران همه رفتن خونه. فرح و اگر که شاه میگم برای این کار، برای کاری که روی دوشش گذاشته شده بود گذاشته بودن ضعیف نبود، فرح و یارانش بعد از فوت آقای علم شاه را در اختیار و کنترل گرفتن. میگم فرح و یارانش بعد از فوت آقای علم شاه را در اختیار و کنترل گرفتن. اگر شاه انسان قوی بود، فرح و یارانش قادر به کنترل و تحمیل افکار خود به شاه نبوده. چون همون جوری که گفتیم تا زمانی که آقای علم زنده بود، شاه به خاطر قوت قلب و روحیه‌ای که آقای علم بهش میداد جلوی این گروه وایساده بود. ولی تا ایشون فوت کرد، فرح خانم و یارانش آمدن سوار شدن و همون جوری که خب براتون شرح دادم، مملکت ما رو تحویل آقایون دادن. البته هدفشون این بود که خودشون بگیرن، ولی خب مذهبیون رو به حساب نیاورد. شاه به اطرافیان خود اهمیت لازم رو نمیداد. شاه را متقاعد کرده بودند که دوستان که دوست هستند، باید دشمنان را راضی کنید. با این سیاست شما دوستان خود را از دست می دهید و دشمنان شما هم دوست شما نمی شود. شاه را بهش گفته بودند که آقا شما اینایی که با اتون هستن که همه سرسپردن و همه
حاضرن جونشون رو برای شما همه جور بدن، پس اینا همه برن خونه بشینن، بعد همه اینایی که مخالف شما هستن، کمونیستا هستن، اینا رو بیارید که بهشون کارا رو بدید که اونا راضی بشن. و این باعث شد که اونهایی که دوست هستن رو شاه از دست بده و دشمنان هم که باش دوست نشدن. مطلبی که باز میگم که شاه به اطرافیان خود اهمیت لازم را نمیداد، از این رو در هر بحرانی با رفتن از ایران خود را حفظ و یاران خود را تنها میگذاشت. شما اگر که به یاران خودت، به هواداران خودت، به دوستداران خودت اهمیت میدید، نباید اولین کسی باشی که وقتی تو کشتی میبینید کشتی داره غرق میشه پاشی خودت بری، که باید سعی کنی کشتی رو حفظ کنی و نذاری کشتی غرق بشه، و بعد خودت باید آخرین آدمی باشی که از کشتی میری، نه اولین کسی. و اینی که شاه تا چیزی میشد، چه 28 مرداد چه در همینجا، همیشه خواهان رفتن بودیم، برای اینکه به اطرافیان خودشون اهمیت لازم رو نمیداد. شاه به خارجی ها اهمیت میداد. در چند سال آخر سلطنت او همین اهمیت کمتر شد، ولی کم بعد از اینکه روحیه را باخت این اهمیت افزایش پیدا کرد. پدرم همیشه میگفت که چرا شاه چند نفر از خود را انتخاب نمی کند. منظورشون این بود که تمام افرادی که در حکومت شاه بودن تقریبا نوکر خارجی ها بودن، چیزای کلیدی، افراد کلیدی. و پدرم همیشه میگفت خب شاه چند تا آدم از خودش بذاره، چرا همه رو باید از آدمایی بذاره که اینا سرسپرده خارجی هستن. شاه اهمیت بیش از حد به آنچه در مورد او در روزنامه های خارج می نوشتن داشت. ایشون هر روز صبح بیدار میشد و روزنامه ها رو میخوند و ببینه که خارجی ها راجع به ایشون چی نوشتن، و این اثر میذاشت در تصمیم گیری های ایشون، و این هم خیلی بده. و خارجی ها هم خب این رو میدونستن، و یکی از راه های نفوذ اونها در تصمیماتی که در ایران گرفته میشد از طریق روزنامه هایی بود و مقالاتی بود که میدادن مینوشتن. حالا قربان میخوام بیام حالا میخوام بیام سراغ ملت و تعدادی از تجربیات خودم رو در مورد ملت خودمون، ملت اونی که هستیم رو براتون، تجربیاتی خودم کردم رو براتون شرح بدم که شاید کمک بکنه به آینده ما انشالله. اول که این که در کتیبه داریوش هست که خداوند این ملت رو از دشمن، خوش‌سالی و دروغ حفظ نماید. یعنی این که این دروغ بوده دیگه، و این یکی از خصائص ما ایرانی ها متاسفانه دروغ. دو، من تجربه ای داشتم در زمانی که در دانشگاه ملی تدریس می کردم، یه گروهی رو آقای نهاوندی درست کرده بود به نام گروه اندیشمندان، و اینها یه کنفرانس درست کردن در دانشگاه تهران که اساتید محترم بیان و صحبتاشون رو بکنن و نظراتشون رو به دولت ابلاغ کنن. منم دعوت کردن. آقای نهاوندی هم خب چون میدونست من با شاه نزدیک هستم، خیلی مواظب بود که خلاصه در اونجا احترام لازم به من گذاشته بشه، و منم رفتم به، و چند بارم آمد در این کمیته، من رفتم در کمیته کشاورزی. آقای روحانی هم در اون زمان وزیر کشاورزی آقای هویدا، وزیر کشاورزی بود آقای هویدا باید بود حالا، و خلاصه اساتید محترم آمدن و شروع کردن که این آقای روحانی بدترین وزیر کشاورزی ممکنه، آقای منصور روحانی، و این کشاورزی رو نابود کرده، چقدر بده. حالا یکی بعد از دیگری دارن به آقا فوش و بهش اعتراض میکنه. بعد از ظهر اون روز قرار بود که آقای روحانی بیاد و از مواضع خودش دفاع کنه. ظهرش، یعنی قبل از اینکه آقای روحانی وارد جلسه بشه، معاون ایشون آقای میرحیدر آمد گفت آقای روحانی به من دستور دادن که چند تا پروژه برای که اساتید محترم تحقیقات بکنن و اساتید بدم، یعنی یه پولی برای اساتید توش هست، و شما بعد از جلسه خواهش میکنم اسماتون رو به من بدید تا من ببینیم که کیا رو باید انتخاب کنیم برای اجرای این پروژه. گفتم همچین که آقای روحانی وارد شد، من الان فکر میکردم من الان مثلا 27-28 سالمه، فکر میام الان اینا میان ایشون رو میزنن، یعنی انقدر داشتن بهش حمله میکردن که عجیب غریب بود. سو یک دفعه اساتید شروع کردن، قربان بهتر از شما وزیر کشاورزی خداوند نیافریده، شما بهترین وزیر کشاورزی تاریخ ایران هستید. تا میتونستن تملق ایشون رو گفتن و
بعدم همه دویدن رفتن که اسمشون رو بدن برای گرفتن پروژه. خب این و اینها قربان، اینها اساتید مملکت ما بودن ها یا هستن، یعنی بودن دیگه در اون زمان. مطلب بعدی که خواستم براتون بگم این است که ما وقتی که با رضا بودم، ما اولین جلسه‌ای که ما یه گروهی درست شد که برای کارهای سیاسی ایشون که آقای ماینیان درست کرد و اولین جلسه‌اش در خونه آقای اردشیر زاهدی در مونترو گذاشته شد و در اونجا یکی از دوستان ما، حالا اسمش هم میگم چون قبلا گفتم دیگه مانعی نداره، به نام آقای صدر بلند شد و گفتش که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه نمیم از این حرفا، و بعدم گفت هر کی از اعلی حضرت پول بخواد این خائنه. همونجا هم مقرر شد که هر کدوم از این آقایون که هر کدوم مسئول یه منطقه یا یه کاری بود $4,000 حقوق براشون تعیین بشه و $4,000 هم حق صفر. جلسه که تمام شد من دیدم که این آقای صدر از رضا خواست که بره و باهاش عرض خصوصی داشته باشه. بعد از رضا سوال کردم که خب این چی گفت؟ گفتش که میگه که این $8,000 که برای ما تعیین فرمودید کمه. یعنی همین آقایی بود که 3 دقیقه قبل میگفتش که اگه شما از شاه از اعلی حضرت رضا شاه دوم پول بخواید خائنی. مطلب دیگری که باز دوست دارم براتون عرض بکنم این است که ما بعد از اینکه هم مراکش بودیم و مثلا حالا شاید سال 83 هست 83 یا قبل از کشتن تیمسار اویسی، این چون مسئله رو مثلا از مراکش یادم، افراد مختلفی می آمدن که با آقای رضا پهلوی صحبت کنن. حالا قبل از حالا نه قربان نه مقامی هست نه چیزی زوری هست نه کسی رو می گیرن نه هیچ، اینا قبل از جلسه تا می تونستن خوی دائم میگفتن این رضا شاه دوم که کاری نمیکنه، این که اینه، این که اعتراضات خیلی شدید، و منم دائم به اینا میگفتم آها یه ذره لبشو کوتاه بگیرید، یه ذره تخفیف بدید، یه طوری این رو به ایشون بگید که دیگه خیلی ناراحت نشه. بعد میرفتیم وارد جلسه میشستیم میدم همه سکوت کامل، همین آقایونی که میخواستن یکی رو دو تا بکنن، سه تا رو چهار تا بکنن، آدمم داد سخن میدادن، اینا همه سکوت کامل. من برای اینکه این جلسه دیگه بی نتیجه کامل نباشه، یک دهم چیزی که اونها گفته بودن رو در همون مطلب ابراز میکردم و یه دفعه رضا میگفت نه اینجوری نیست، بعد همین آقایون شروع میکردن میگفتن آقای انصاری شما چرا این حرفو میزنید، اعلی حضرت درست میگن، حالا چند دقیقه پیش میخواستن برن سر آقا رو بزن. خب این آقایی که اونجا نشسته از کجا بدونه که اینها چی دارن میگن؟ این تجربیاتی است که من کردم. مسئله بعدی قضیه تملقه که در ایران قوقا میکنه. اینم خیلی جالبه، یه روزی با رضا در مراکش نشسته بودم داشتم بهش نصیحت میکرد که آقا هر کی به تو تملق بگه این آدم بدیه، هر کی این شما باید آدمای متملق رو از خود دور بکنی اگه بخوای گول اینها رو نخوری. همینجوری که داشتم این صحبت ها رو میکردم یه دفعه رئیس دفتر ایشون، حالا اسم مستعارش رو میگم نه اسم خودش رو، به نام آقای دبیری، قد بلندی هم داشت، ایشون وارد شد در روزت وارد شد یک تعظیم بلند بالایی کرد چون قدش هم بلند، و بعد گفت فحش از دهن تو طیبات است، بعد چیز از مقعد تو نقل و نبات است. که من فوری به رضا گفتم آقا من منظور من این نیست، منظور من این نیست، خلاصه این آقا رو بیرون کردم که حالا با اون صحبتایی که من کردم ایشون رو بیرون نکن. یا مسئله دیگری که در مورد تملق و ظرفیت اینجا باید براتون بگم این است که خب من در سال فیلمم 86 بود، 1986 من با رضا در باهاماز بودم و ایشون دائم از من میخواست که براش گرین کارت بگیرم که من میگفتم نه تو نباید بگیری، تو مقیم، تو میخوای بری ایران رو بگیری و کسی که میخواد بره ایران رو بگیره نمیتونه بیاد مقیم آمریکا بشه. و ایشون هم هایی به من میگفت مگه تو و احمد اویسی نگرفتید و اینا، من گفتم چرا ما گرفتیم ولی ما ادعای سلطنت ایران رو نداریم. در صد فرداش که ما از طریق فلوریدا وارد آمریکا شدیم، من و احمد اویسی رد شدیم و آقا رو تو فرودگاه گرفت. یک ساعت من با وزارت خارجه با این آقای آرماو با افراد مختلف و زنگ و فشار و اینا تو تونستیم به زور ایشون رو وارد آمریکا بکنیم. بعد از اونجا رفتیم به ایالت کنتیکت که اون بخیشون در اونجا زندگی میکرد. قرار بود اون زمان آقای گربچوف بیاد آقای ریگن رو ببینه.
که این دوروبری های رضا، آقای آهی، آقای پرتوی و افچند تا از این مشاورین سیاسی دیگه شروع کردن به ایشون تملق گفتن که شما که سرتون مثل سر شیر و دمتون مثل دمب روبا هست و از در امور سیاسی هم تبحر زیادی دارید، دستور میفرمایید چی آقای ریگن با آقای گربچاف بگه؟ که من داشتم نگاه میکنم دیروز آقا رو تو آمریکا را نمیداده، و ایشون هم که الحمدلله ظرفیت نداره شروع کرد به داد سخن دادن و اینها، که این که تملق، من در مورد تملق در اینجا صحبت میکنم. صحبت دیگری که باز دوست دارم بکنم در مورد ملت شریف خودمون، راجع به سفرهایی است که آقای احمدی نژاد به نیویورک میامد، که بعضی وقتا ما رو هم دعوت میکردن. من با آقای پورهادی میرفتم که ایشون پیرمردم بود که همراه ایشون بودم. بعد من میدیدم تمام این ملت شریف ایران و اساتید مختلف که در اون نیویورک دعوت شده بودن، با اینکه همه داشتن به این آقا فوش میدادن، نمیدونید چه سر و کلش بالا میرفتن. بعد اصلا یک چیز پنج پشته همینجوری آدم وایساده بود که بره دست آقا رو ماچ کنه. خب اینجوری که نمیشه که. بس آقای احمدی نژاد هم فکر نمیکنه که همه دارن بهش فوش میدن، که فکر میکنه همه دوستش داره. حالا این در مورد شاه و اینا هم که دیگه ده برابر. مسئله دیگری که باز برام پیش آمد و دوست دارم برای شما بگم اینه که من دقیقا شاید 8-9 سال پیش به مشهد رفتم برای زیارت امام رضا و با برادرم هم بودیم. وقتی که برمیگشتیم به تهران دیدم که فرودگاه شلوغ است و شهر شلوغ است، و زواری بودن که اینها از کرمانشاه آمده بودن و میخواستن برگردن، و مثل اینکه بس 3 نفر دیگه هم بودن تو این هواپیما غیر از این گروه، و به اینها به این نتیجه، یعنی مسئله این بود که مثل اینکه بلیط بیشتر فروخته بودن و جا نبود، و خلاصه با جر و بحث زیاد قرار شد که روحانی که با اینها آمده نیاد باشه. خب رفتیم سوار اتوبوس شدیم که این اتوبوس ما رو از بغل فرودگاه ببره، یعنی از بغل این خود فرودگاه، ساختمان فرودگاه ببره تا دم هواپیما. ما رفتیم نشستیم و این دوستانم همه آمدن سوار شدن و یه دفعه همه پیاده شد. بعد گفتیم که چرا پیاده شدن؟ گفتن نه آقا، ما پول هواپیما دادیم، چرا ما رو دارید با اتوبوس میبرید کرمانشاه؟ اونم وایساده، چون جا نبود همه بشینن برابر. و خلاصه یک ساعت، من این رو اغراق نمی کنم، یک ساعت مامورین ایرانر سعی کردن اینها رو متقاعد کنن که این فقط برای بردن شما از در ساختمان فرودگاه تا دم هواپیما هست، که قبول نکردن. آخر مجبور شدن برن همون آقای روحانی رو بیارن که بهشون بگه که این مسئله است، و اون آقا هم هر جور شده یه جوری تو هواپیما جا بدن که اینها قبول کردن. این رو من به عنوان یه تجربه دارم میگم. بعد میایم به جشن هنر شیراز. از اون طرف در زمان شاه، بعد اونهایی که دور فرح خانم، همین آقای رضا قطبی و اینا، میخواستن ملت رو در قرن 20 ببرن به هنرهای نمیم قرن 22، در صورتی که حالا اکثریت ملت اصلا تو این، همون جوری که در مورد مطلب قبلی شرح دادم، اصلا تو یه دنیای دیگه داره زندگی میکنه. اینا هم در یک دنیای کاملا دیگه. مسئله دیگری که باز براتون جالب باشه که بگم این است که آقای هویدا یک وزیر بازرگانی داشت به نام آقای فریدون مهدوی، که بهش میگفتن این بولدوزر است و این تمام این مشکلات بازرگانی ایران رو ظرف 2 ثانیه حل میکند و فلان و اینا. بعد اینها یک مبارزه با گرانفروشی شروع کرده بود، و مبارزه با گرانفروشیشون هم این بود که افراد رو بفرستن برای بازرسی در مغازه تجار که از دانشجوها هم استفاده میکردن، و اگر دیدن کسی داره گرانفروشی میکنه مغازهشو ببندن، آقا رو هم بندازن زندان. من دائم استدلال میکردم که این کار غلطه، شما یا باید عرضه رو زیاد کنید یا تقاضا رو کم کنید، راه دیگری نداره که قیمت رو شما بخواید پایین بیارید. و این که شما میایید مردم رو به زندان میندازید و اینها با شما دشمن میشن، و وقتی یکی رفت زندان دیگه این دوست شما نخواهد بود. من آقای مهدوی رو در یه مهمانی دیدم، بهش گفتم آقا نکن، این باعث میشه که مملکت از بین بره. که برگشت من گفت که اگه مملکت از بین رفت
تو بگیر منو اعدام کن، که من بهش گفتم که وقتی مملکت از بین رفت اعدام کردن تو برای ما چه فایده ای داره. این همون ماجرای اتاقای اصناف بوده. بله بله. بعد فکر میکنم البته من اونی که خودم، بعد من قربان داشتم این رو باز تو دربار به شاه و اینا میگفتم که تیمسار ایادی آمد به من گفتش که انقدر نگو، فکر میکنن که تو رفتی از تجار پول گرفتی این حرفو میزنی. بعد من به شاه گفتم که خب خدا رو شکر که حالا این دانشجوها که این کارا رو میکنن رشوه نمیگیرن، لاقل حالا این کار کاملا غلطه ولی لاقل بدونه لاقل سالمه. که شاه به من گفت چند هفته صبر کن. ما چند هفته صبر کردیم، بعد دیدیم دانشجویان عزیز خود ما مشغول گرفتن رشوه است. این اینا واقعیت ها، اینا رو من نمیبافم، اینا داستان نیست. آقای انصاری ببخشید شما یه استراحت کوتاه کنید. یکی از دوستان پرسیده که چقدر میشه رو صحبتای ایشون حساب کرد. خود من حقیقتا متوجه نمیشم، مگه ما قراره رو صحبتای شما حساب کنیم و مثلا شما ما رو دعوت کردید به جنگ، به مبارزه، بعد من بگم که نه رو صحبتای ایشون نمیشه حساب کرد پس من فعلا نمیرم تا یکی دیگه پیدا بشه؟ دوست عزیز، ایشون داره خاطراتشو از دوران جوونیش، از دورانی که با شاه بوده، با رضا پهلوی بوده، با دیگران بوده، برای شما میگه. حساب شما اینه که حالا بری تحقیق کنی اونایی که میگن اون دوره به اصطلاح ایران گلستان بوده، ببینید ایشون داره راجع به گران فروشی و کم فروشی صحبت میکنه. خود من دو روز پیش سه روز پیش یه فیلمی نشون دادم که ایام عید مردم توی ایران میوه گیرشون نمیمد و گران بود، اتاقهای اصناف درست کرده بودن. یعنی همین ماجرایی که حالا شما یه نفر شلاق بزنی ولش کنی بهتره یا بری مغازه‌شو ببندی بندازی زندان، دوتاش یه جوره دیگه. حالا اون که شلاق میخوره الان سه روز دیگه دردش از دست میره، از یادش میره، ولی اونی که مغازه‌شو میبندی میندازی زندان، یا اینکه دانشجو رو چرا برداری مأمور اجرا بشه؟ اگر میخوای مملکتی باشه قانون بذار، طبق اون قانون افرادی هم استخدام بشن اون قانون رو اجرا کنن. خلاصه این که جواب این که شما چقدر میتونید رو صحبتهای آقای انصاری حساب کنید اینی که چون خانه از پای بست ویران است، به نظر من ایشون هم از شما نخواسته کاری انجام بدید، لازم نیست شما حسابی باز کنید و روی صحبتهای ایشون حساب کنید. بفرم. نه ما قربون حقیقت رو میگیم، حقیقت اثر خودش رو داره و من اون چیزی که خودم تجربه کردم رو میگم و حالا آخر به نتیجه کار هم در اینجا میرسیم. من تجربه رو، ولی حالا مثلا ما اینجا چی یاد میگیریم؟ ما میبینیم که درست خیلی، اولا که اون سیاست که غلط بود، چون شما همون جوری که عرض کردم یا باید عرضه رو زیاد کنی یا تقاضا رو کم کنی. به زور که نمیشه که، مثلا الان میخوان به زور قیمت دلار رو بالا یا پایین، نمیشه که، باید خلاص عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه. شما که نمیتونی خلاف طبیعت مسائل عمل بکنی. وقتی شما اینو گفتی هیچ کدوم از اونا سوال نکردن که چجوری، یا نگفتن که این مثلا فکر خوبیه ولی این کار انجام بدیم؟ نه دیگه، قربونت میگم بعدش دیگه تیمسار ایادی آمد به من گفت انقدر نگو برای اینکه فکر میکنن تو از تجار پول گرفتی و این کارو. آخه بعد دو تا مسئله اینجاست. یکی باید فهمش وجود داشته باشه، یعنی بعد افراد دوست داشته باشن بشنون حقیقت رو، و یکی دیگه این که ببینید حالا اینم بعد اول شما میخواید مملکت اداره کنید یا کار کنید باید آدم داشته باشید و متاسفانه ما آدم نداریم. یعنی در چی میگن، یعنی اینجوری نیست که شما الان فرمودید که دانشجو رو چرا آورده بودن، خب کس دیگه رو نداشتن بیارن، و تازه اون دانشجوی که آدم هایی مثلا جوانتری بودن باید سالمتری بودن یه دو هفته بعد شروع کردن به رشوه گرفتن. حالا یه عده‌ای همون از اول رشوه میگیرن، یه دهی مثلا چند هفته طول میکشه، بعد یه دهی سالمن اصلا نمیگیرن، یه دهی سالم نیستن. در صد حد اصل قضیه درسی که ما در اینجا میگیریم در همین مورد این که شما باید هر سیاستی که دارید آدم اجراییش رو هم داشته باشید. بله خب هایی به این بگیم که باید اینطوری باشه، خب که نیست، امکانش رو ندارید. حالا من یه مورد دیگر هم عرض میکنم و اون مسئله بود که در مورد من و شاه و در نوشهر بود که وقتی من 15 سالم بود. من دارم راجع به خصوصیات ملت خودمون، یعنی که خودم هم جزی ازش هستم، برای شما میگم. این همون اینو برای شما هم تعریف کردم جناب سوری که من وقتی 15 سالم بود در با شاه تو قایق بودم
در نوشهر، اینو میگم برای اونایی که نشنیدن. و با حالم حالا بچه هم دیگه 15 سالمه، بعد دیدم یکی از دوستان بسیار نزدیک من با چند گروه دیگه، این با چند نفر دیگه تو آب توی همین دریای خزر یا دریای کاسپین یا دریای مازندران همون دوره بر نوشهر، اینا تو آب خسته شدن. خلاصه شاه رو، من و با شاه تو قایق بودیم، شاه هم قایق رو میروند، قایق موتوری. خلاصه ما شاه رو متقاعد کردیم که بریم اینا رو برداریم که این رفیق ما خسته نشه. رفتیم اینا رو که سوار قایق، و شاه قبول کرد. وقتی که رفتیم اینا رو سوار قایق کردیم، قایق سنگین شد. بعد گفتن که یکی باید پیاده بشه، که همون دوستی که من شاه رو به خاطر او متقاعد کرده بودم که بریم او رو برداریم که خسته نشه، گفت احمد رو بندازید تو آب. که من هیچ وقت یادم نمیره که شاه برگشت و یک نگاه بسیار معنیداری به من کرد. در آخر در مورد ملت، آخرین چیزی که باید بگم اینه که ما ملتی هستیم که درمون مهربانی خیلی زیاده، و این رو من در جای دیگه در دنیا در این حد ندیدم. و مهربانی و معرفت و لطفی که خلاص، مهربانی که مردم به هم دارن و اینا، در جاهای دیگه دنیا دیده نمیشه. حالا میرم سراغ سیاست خارجی. روابط بین الملل میباید بر اساس احترام متقابل و حقیقت و عدالت باشد، ولیکن در عمل که چنین نیست و اساساً بر پایه بازی‌های سیاسی، درویی و ظلم عمل می‌شود. پس باید قوی و هوشیار بود. زور نگفت، زور هم نشنید. اصولاً باید با هم همکاری کرده و حق را پیدا کنیم و بر اساس آن عمل کنیم. حالا در این مورد، مثلا من یادمه، من دو مورد رو در مورد همین مسائل سیاست خارجی که خودم تجربه کردم و براتون میگم. من مثلا حالا من 17 سالم و پدرم سفیر بود در روم، و آقای شریف مامی یادم آمد اونجا و برای ما دو شهر میداد که ما هر جا میریم و تقاضا میدیم که به ما یه کارخونه ذوب آهن، نه اتم، ذوب آهن بفروشن، کسی نمیفروشه. و همه هم میگن که آقا اگه ما به شما کارخونه ذوب آهن بدیم، بعد این آهنهایی که در هندوستان تهیه میشه، تولید میشه، رو بازارش خراب میشه. که آخر شاه مجبور شد برن، و چون کشورهای غربی حاضر نشدن این رو به ایران بفروشن، برن این رو از روسا بخرن. من یادمه که مقدار زیادی اون موقع کامیون می‌خریدن از روسیه که این رو که اینا داغ می‌کرد. بعد من سوال می‌کردم از پدرم که آقا ما چرا میریم کامیونایی که سطحش پایین‌تره و اینا راه نمیره، اینا کامیونای نفربر ارتشیه که داغ می‌کنه راه نمیره، این که جنگ نمیشه باش رفت. بعد پدرم میگه اگه ما اینا رو نخریم، باید بریم یه چند تا لشکر در بذاریم در مرز روسیه که اینا انگولک نکنن. و اینها در حقیقت حالا باید بگیم باچاییست که داره داده میشه. به لطف خداوند شاه از نظر روابط خارجی ایران را با ایجاد توازن درست میان شرق و غرب و توسعه اقتصادی و قدرت نظامی در موقعیت نسبتاً قوی قرار داد. و من رجوع میکنم به مصاحبه ای که شاه حالا داشت، این زمانی است که دیگه غرور در مورد خارجی ها میشونو برداشته بود، که میان ازش سوال میکنن که آه شما چرا رفتید قرارداد کنسرسیوم رو مثلا در سال 53 امضا کردید یا 54، حالا من سالش رو دیگه یادم. و ایشون مثلا میخواید قیمت نفت رو خیلی بالاتر ببرید و حاضر نیستید که بیایید قرارداد رو در سال 1979 تمدید بکنید. حالا این حتما این مصاحبه مال 78 یا 77. به ایشون برگشت گفت خب اون وقت زورمون نمیرسید، حالا زورمون میرسید. یعنی شاه با ایجاد، با سیاست‌های خارجی که داشت، با ایجاد توازن بین روسیه و آمریکا و کشورهای غربی و شرقی و توسعه اقتصادی و قدرت نظامی که برای ایران ایجاد کرده بود، خودش در موقعیت خیلی قوی تری قرار داده بود و خب اون موقع میتونست بیشتر و بهتر عمل کنه. مطلب دیگری که باز دوست دارم براتون بگم که من تجربه کردم این بود که همون زمان که هر وقت شاه میرفت که قراردادها رو دوباره مثلا وارد مذاکره با شرکت‌های نفتی بشن، دانشجویان عزیز ما در دانشگاه ایران همون همزمان شروع می، یعنی وقتی که شاه در خارج بود که با اینا صحبت کنه، داخل ایران شر شروع میشه. و در اون موقع دانشجو همه بر علیه ضد امپریالیسم داشتن صحبت شعار میدادن، در صورتی که داشتن به امپریالیسم خدمت میکردن.
یعنی کمپانی های نفتی داشتن به شما میگفتن که آقا زیاد با ما چونه نزن، زیرا ما خودمون میتونیم فوری شهر شما رو شلوغ کنیم. یعنی شروع میکنن به اذیت کردن، شروع میکنن با ایجاد هزینه رو بالا بردن که شما خلاصه به خواسته هاشون جواب مثبت بدید. و من در این مورد سوره یونس آیه 85 رو براتون میخونم که در اونجا خداوند میفرماید پیروان موسی نیز همه گفتن ما بر خدا توکل کردیم، بار الها ما رو دستخوش فتنه اشرار و قوم ستمکار مگردان. یعنی اینکه نه اینکه برید مثلا اون کسی که میره مردم رو تو خیابونا میزنه، چون حالا دیگه چیز هست، این فکر میکنه در راه خدا داره این کارو میکنه، در صورتی که در حقیقت مایه فتنه اشرار و قوم ستمکاره، یعنی در حقیقت داره خلاف خواست خدا عمل. یا اون دانشجوی عزیز میره میخواد در حقیقت هدفش اینه که بر علیه شرکت‌های نفتی کار کنه، در صورتی در خدمت اونها قرار میگیره. و برای همینم باز هم دعا میکنم بار الها ما رو دستخوش فتنه اشرار و قوم ستمکار مگر. در خاتمه باید از خود سوال کنیم که آیا در ظرف 40 سال گذشته به جلو یا عقب رفته ایم. ما باید قبول مسئولیت کرده و در مرحله اول خود را درست کنیم. تا خود را درست نکنیم به جایی نخواهیم رسید. ما تا خودمون رو درست نکنیم، تا یه مقدار زیادی خصوصیات اخلاقی خودمون رو همونجا به طرف خوبی بیشتر نبریم، به جایی نخواهیم رسید. و برای این کار احتیاجی نه به روسیه داریم، نه به آمریکا داریم، نه به انگلیس داریم، نه به پول داریم، ولی احتیاج داریم که به خودمون راست بگیم. ما فقط در راستی هست که میتونیم به آزادی برسیم. حضرت عیسی میفرماید که حقیقت رو پیدا کنید و حقیقت شما رو آزاد میکنه. ما فقط با حقیقت میتونیم به آزادی برسیم. ما تا زمانی که حقیقت رو پیدا نکردیم در مورد خودمون و به خودمون راست نگفتیم به جایی نخواهیم رسید. من قربانتون برم، آماده هستم برای هر سوالی که دوستان دارن جواب بدم و در خدمت شما هستم و برای شما دعا میکنم انشالله جناب سوری هر چه زودتر حال شما خوب بشه، چون ما که خیلی دیروز نگران شدیم. ممنونم از شما. جدی ارزم. بله خیلی ممنون. آقای اکبری، شما از آدمای پاک و راستگو هست. من ممنونم از شما. آقای اکبری از آلمان نوشته بودن که مثل ازهاری. فکر کنم منظور شما، منظور ایشون اینه، وقتی شما گفتید که شاه چون خودش به اصطلاح چیز بود افراد ترسو و نادان رو دور خودش جمع میکرد، ایشون آقای ازهاری رو گفت. چون آقای ازهاری در همین منطقه زندگی میکردن، شما نظرتون درباره تیمسار ازهاری چیه؟ نه حالا آقای ازهاری که دیگه، حتی میگم تیمسار اویسی که از ایشون خیلی قوی تر بود. ما گفتیم شاه افرادی که از خودشون قدرت تصمیم گیری داشته باشن، نه حتی شجاع. حالا من آقای ازهاری رو فکر نمی‌کنم شجاعت هم باشه، متوجه ارزم ولی حتی افرادی مثل تیمسار اویسی که آدم‌های شجاعی بودن، اینها قدرت تصمیم گیری از طرف خودشون نداشتن. برای همین همش نشسته بودن ببینن که شاه چی میگه. در صورتی که در برای اینکه از روز اول شاه اینجوری اقدام کرده بود و به اینا مسئولیت نداده بود. کودتا میترسید. بله. ایشون از کودتا میترسید و تمام هم خودشو گذاشته بود که طوری ارتش رو بسازه که همه کاملا در تحت فرمان خودش باشن. بله. ولی وقتی که خودش به خاطر اینکه روحیه رو باخت، به خاطر اینکه فرح خانم اینا بر او احاطه پیدا کردن، ایشون رو در اختیار گرفتن و نمیذاشتن یه تصمیم بگیره، بعد دیگه هیچ کی نبود که تصمیم بگیره. بسیار عالی. یه ارتشی بود که تصمیم، ولی این شامل تیمسار ازهاری که دیگه از دیگه او ایشون آدم علاوه بر این که قدرت تصمیم گیری نداشت، چون من ایشون هم از نزدیک میشناختم، ایشون که خیلی ضعیف بود. بله. آقای زمانی میگه که اعلی حضرت برای حفظ حکومتش به شرق و غرب باج میداد. شما اون مثالی که زدید، اون کامیونایی که برای روسیه ساخته شده بوده و احتمالاً به همین دلیل هم گرم میکرده، بعد پدرتون بهتون گفته که اینو خریدن که نخوان، به اصطلاح یه نوع باج بوده، نخوان. بله باج دیگه، اگه ندید اذیتتون میکنه. بله. درباره باج دادن به غرب همه ما میدونیم که اون خرید اسلحه ها، اون داشتن اون به اصطلاح سفیر و سفیر نه، اون کی بودن، مستشارای آمریکایی و
خارجی در ایران، خودمونم یه نوع باج دادن بوده. در این رابطه هیچ وقت شما با شاه صحبتی کرده بودین یا شاه با نه شما؟ ببین، حالا من خودم موافق نیستم آخه با اون. ببین اینها دیگه مسائل زیادی واردش میشه. در سطح شاه میخواست که ارتش ایران رو یکی از ارتش‌های قوی منطقه کنه، متوجه؟ و بعد اینکه این کارو بکنه، شما احتیاج به همین وسایل جدید، وسایل و تکنولوژی های جدید دارید. برای همین هم مثلا نیروی هوایی ایران هواپیماهایی رو داشت که حتی خود نیروی هوایی آمریکا اون زمان F-14 رو خودشون نداشت، یعنی اول به ایران فروخته بودن بعد به ارتش، به نیروی هوایی آمریکا. حالا بعد برای اینکه اونها رو بخواید، اونها رو بخواید داشته باشید و بتونید اینها رو ازش استفاده کنید، نه اینکه مثلا این یه فیلمی بود درست کرده بودن که این F-14 رو فروخته بودن به کشورهای آفریقایی، اینا هم رو زمین یه عده از این ور میکشیدن یه عده از اون، اینا رو بزنن بعد. نه، اینا میخواید شما اینا رو بعد خلبان داشته باشید، این خلبان ها باید اینها رو درست هدایت بکنن، خلبانی بکنن، باید افراد همین همافرها رو داشته باشید که اینها بتونن مکانیک های درست این هواپیماها باشن. بعد شما احتیاج به لوازم یدکی دارید، یعنی به این سادگی ها نیست. و برای اونهاش خب احتیاج مستشار دارید دیگه تا تربیت بشن. ببین ما که من حالا چیزایی که ببین اون موقع ها همیشه می آمدن اینطور نشون می دادن که بله ایران بهشت بوده و شاه آمده حالا کردتش به این صورتی که است. دسته که ایران که بهشت نبود، که ایران خیلی عقب بود. ایران ما وقتی که ما بچه بودیم مثلا میگفتن شاید 20% ایشالا سواد دارن، تازه اگه داشتن. در نتیجه این ما میخواستیم جلو بریم، ولی آدم تربیت شده خودمون نداشتیم. وقتی ندارید خب باید یه در از خارج بیارید دیگه. حالا اینا در بعضی جاها میدونید باید توازنها درست باشه، باید کارها درست باشه، بعد شما در ضمن باز آدم میخواید، آدم سالم میخواید، آدمی میخواید که به آسونی رشوه نگیره، دزدی نکنه. خب اینها رو باید، اینا دیگه همونها رو هم باید آموزش بدن و بسازن افراد، آموزش بدن و بعدم باید در صورت سیستم طوری باشد که بلا اینجوری نمیشه. حالا اون چه که من امروز، چون من تا 3.5 سال پیش خب ایران میرفتم و میامدم و ایران رو خب کم و بیش از نزدیک خوب میشناسم و اینا، الان که خب متاسفانه خیلی بدتره. من میخواستم همین از شما سوال کنم، چون شما در مورد سیاست خارجه ایران در زمان شاه صحبت کردیم، میخواستم بهتون بگم که نظرتون درباره سیاست خارجه ایران الان چیه، چون شما یه مقداری هم به اصطلاح واسطه بودید بین ایران و آمریکا در زمان رفسنجانی و اینها. الان چی فکر میکنید، مخصوصا با این سانکشن ها یا تحریم هایی که الان قوی تر شده؟ من امروز بعض تلویزیون آمریکایی نگاه میکردم، گفت مردم به شدت تحت فشار هستن و ترامپ هم خوشحاله که این فشار به مردم، ممکنه که مردم فشار بیارن به حکومت یا ریفورم اصلاحات انجام بشه یا حکومت فرو بپاشه. نظر شما چیه در رابطه با سیاست خارجی ایران در مقابل آمریکا و کشورهای دیگه؟ خب اول از همه این که من حالا دیگه صحبت خودم رو میکنم شما، در حال حاضر که همون جوری که عرض کردم، این یه بازیه و شما باید قوی باشید که بتونید به قول معروف نقطه نظر خودتون رو به نتیجه برید. یعنی در الان متاسفانه ایران در موقعیت خیلی ضعیفی قرار گرفت. من یکی از دیگه الان میریم مثلا سر اصل مطلب. این آقای روحانی آمد و این برجام اول دوم و سوم به قول معروف درست کردن و برجام اول این بود که در مورد مسائل اتمی با هم به توافق رسید، ولی آمریکایی ها و من میخوام یه طوری صحبت کنم که خیلی هم بابون بد نشه، منو ببخشید. این آمریکایی ها بابون سه چیز از ایران میخوان و از دید من مسائل حقوق بشر و فلان و اینا هم اینقدر مطرح نیست، مسائل منافع خودشونه که مطرحه.
اول از همه میخوام که ایران خوب مسئله اتمی نداشته باشه. خوب اون مسئله دوم این که این مسئله موشک ها رو نمیخوان. مسئله سوم که از همه مهمتره و در زمان آقای اوباما دست ایران رو در منطقه باز گذاشت، حالا به دلایلی که حالا انشالله یه روزی براتون یه برنامه کامل دربارش صحبت میکنیم، و این هم ترسیدن، یعنی هم سعودی ها و هم اسرائیلی ها ترسیدن. اینها میخوان که ایران در منطقه سپاه قدس فعالیت نداشته باشه، و تا زمانی که سپاه قدس در منطقه هست اینها با ایران صلح نخواهند کرد، و اینها میخوان که ایران از منطقه در بیاد، مسائل خطری برای اسرائیل و سعودی نداشته باشه. خلاصه آقای ترامپ رفته 400 بیلیون دلار از سعودی ها گرفته، در نتیجه باید خلاصه یه چیزی تحویلشون بده، و اسرائیلی هم که خب نمیخوان که ما از روز اولی که ایران آمده داره دائم میگه که مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل رو میخواد و مرگ بر آمریکا. خب در ضمن شما وقتی که به یکی دائم دارید فوش میدید که نمیتونید ازش بخواید که دوست شما بشه، و اونها هم خوب میخوان خودشون رو حفظ کنن. البته در سیاست کار اگر امروز ایران در این سه موردی که به شما عرض کردم تسلیم نشه، اینها ایران رو بل نخواهن کرد. ولی در رابطه با سیاست میشه به یکی فوش داد، زورم رفت باهاش نشست نهار خورد. این کار آقای ترامپ با به اصطلاح دیکتاتور کره شمالی انجام داد، الانم گفته من هیچ مشکلی ندارم که با ایرانم بشینم و صحبت کنم. باز آقای زمانی میگه سیستم های بدون احزاب آزاد و مطبوعات مستقل نتیجهش یا شاه است یا خمینی، که این رو همه قبول داریم. یه عکسی رو نشون دادم از آقای روحانی. یه ببخش جناب سرکی، یه قدم باید برگردیم عقب‌تر. اول باید آدم داشته باشیم، اول باید خودمونو درست کنیم. همون جوری که گفتم قبل از اینکه شما آزادی سیاسی داشته باشید باید ظرفیت سیاسی پختگی سیاسی داشته باشید. البته اینجا من با شما یک کمی اختلاف دارم. دلیل اختلافم اینه که یکی از وظایف دولت همون پرورش مردمه، آدم ساختن. خود دولت نداره این علم رو. بله. که بخواد پرورش بده. خب همون اشکال از اینه، یعنی دولت این مثل ماجرای مرغ و تخم مرغ. ببینید جناب سربی، باید شروع کنیم قبول مسئولیت بکنیم. بله. فرد فرد ما باید قبول مسئولیت کنه. فرد فرد ما در حدی که میتونه از خدا بخواد که او رو راهنمایی کنه و خودش رو اصلاح کنه. بله. آقای انصاری، چون شما فامیل خانم فرح هستید، دوستان از شما میپرسن که آیا خانم فرح قبل از ازدواج با پادشاه قرار بوده با کسی دیگه ای ازدواج کنه؟ ماجرای کریم پاشا یا کریم یاشا بهادری در پاشا بله در همان دوره در دربار نزدیک بیشتر سر زبان بوده. واقعا آقای انصاری خبر ندارن از ماجرای عشقی اون با فرح، چون گویا قبل از ازدواج با شاه و زمانی که در پاریس بودن قرار ازدواج داشتن. این ماجرا رو شما خبر دارید؟ من اصلا من در این مورد خبر نداشتم. بله. و این رو همین 3-4 سال پیش متوجه شدم، و من خب آقای کریم پاشا بهادری رو زیاد میدیدم. بعد آخه کسی که مثلا قبل نامزد یکی بوده، همونجوری که حالا به قول معروف روشن شده، که نمیارم بکننش رئیس دفتر. من اینا میدونید حزمش برای ما خیلی ده. ولی اون موقع هیچ وقت صحبت نشده بوده که مثلا این اصلا و بعد این آقا هم من هیچ چیز غیر متعارفی، چون من خودم روی این مسائل حساسیت دارم، من هیچ چیز غیر متعارفی نادرستی از یعنی همه خیلی رسمی خیلی درست بوده رفتار. آقای انصاری، من یه عکسی رو امروز میخوام برای برنامه شما بذارم که نشون میده شاه در یک مراسم رسمی، این لباسای رسمی که میپوشن اسمش چیه؟ شما تو عکس هستی. بله. بگید این کی بوده، چی بوده؟ بابا من این زمانی است که من معاون مدرسه عالی شمران بودم. اون خانومی هم که داره دست میده با شاه، خانم سیمین رجالیه، دکتر سیمین رجالی، که دختر خاله پدرم بود، و ایشون با ما در دانشگاه ملی بود، و بعد ایشون این مدرسه عالی شمران رو درست کرد و از منم دعوت کرد که برم و معاون ایشون بشم، که من چند سالی هم معاون ایشون بودم. و بعد رفته بودیم برای روز عید، برای سلام روز عید، و این لباسای رسمی بود که اون وقتا می پوشیدند و
بعد از اون جلسه هم خب ما رفتیم اون لباس عوض کردیم با شاه و فرخانم رفتیم کیش. بله این اینا رو میگفتن شرفیابی ایام عید. من از شما ممنونم. دوستان عزیز اگر پرسشی دارید یا نظری دارید، من در حین برنامه فیسبوک، صفحه فیسبوک آقای انصاری رو نشون دادم، الان میبینید، میتونید با خود ایشون مستقیم تماس بگیرید. تبریکی دارم با آقای انصاری که ویدیوهاش بازدید کننده خیلی زیاد داره و خود ایشون هم یه مقداری فعال شده در صفحه فیسبوک. و باز طبق معمول آقای انصاری، دوستان از شما گله میکنن که خیلی از قرآن و از دین و مذهب صحبت میکنید و من همیشه گفتم که خب ایشون باور داره. خود من به شما هیچ وقت ایراد نگرفتم، به هیچ کسی دیگه هم ایراد نمیگیرم. برای من به اصطلاح مهم نیست که چه کسی به چه چیزی ایمان داره، همین که آدم خوبی باشه. و بارها هم پشت سر شما گفتم از سال 2000 تا حالا من شما رو میشناسم، میشه 18 سال، من هیچ وقت ندیدم شما دروغی بگید در رابطه با به اصطلاح. به همین خاطر اون دوستی که گفته چقدر میشه حساب کرد، من روی حرفای شما 100% حساب میکنم. حالا ایشون هم امیدوارم با شناختهای بیشتری که از شما پیدا میکنن بتونن حسابی درست حسابی روی صحبتهای شما داشته باشن. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه من بابا یه صحبت کوتاهی در این مورد میکنم. چون ببینید هدف من در زندگی اینه که خودم و همه رو به خدا نزدیک کنم، چون خوشبختی رو فقط در همین میبینم. حضرت خداوند به حضرت موسی فرمود که بندگان من خوشبختی رو فقط در من پیدا خواهند کرد، و حضرت عیسی هم میفرمود که خدا راضی کنید خدا شما راضی میکنه. در نتیجه و در قرآن هم همینطور، همشون یکیه دیگه. و در نتیجه من خوشبختی خودم و همه رو در نزدیک کردن خودم و همه به خدا میدونم. این هدف من. در نتیجه اصلا هدف من به قول معروف خداونده، و میدونم که اگر شما با خدا باشید خداوند شما رو حفظ میکنه. و انشالله حالا کتابای من که به طور کامل در بیاد، شما خواهید که خداوند چجوری من رو در چه مواردی حفظ کرده و دشمنان منم به لطف و بزرگی خودش نابود کرده و داره میکنه. بله اجازه بدید شما چون صحبت از کتاباتون کردین، روی صفحه فیسبوک شما یکی از دوستان کار قشنگی انجام داده، سه تا کتاب شما رو گذاشته و اون رو هم اجازه بدید من نشون بدم به دوستان. کلن پیشنهاد میکنم که از صفحه فیسبوک شما دیدن کنن و نوشته ها و مطالبی که شما اونجا میذارید دنبال کنن. و این هست، اجازه بدید اون عکسی که گفتم، من و خاندان پهلوی، من و رضا، و آخرین کتابتونم ناگفته هایی از تاریخ معاصر، که این کتاب ناگفته های از تاریخ معاصر رو دوستان میتونن از آمازون به اصطلاح خریداری کنن یا با شما تماس بگیرن اگر مشکلی هست شما راهنماییشون کنید. دوستان این کتاب ها هست، عکسش میبینید، من و خاندان پهلوی اولین کتابشون بوده، من و رضا دومین، ناگفته های از تاریخ معاصر سومین. و من متوجه شدم که شما همیشه در حال تحقیق و نوشتن هستید. کتاب جدیدی هم در دست تهیه دارید یا نه؟ بله ما انشالله قربان. هدف من، من حقیقتش میخواست، من یه برنامه حالا یه خدمت بینندگان عرض میکنم، من هدفم این بود که همون جوری که حالا من یه مقاله نوشتم به نام گذر زمان و تحول سیاسی من، و در اونجا شرح دادم که من از وقتی 4 سالم بود خداوند هر وقت از من کسی سوال میکرد که تو میخوای چه کار کنی، میگفتم میخوام حزب حق درست کنم. حالا هم که 70 سالم شده به اونجا رسیدم که ما انشالله باید حزب حق رو درست کنیم. هدف من این بود که اول یه کتاب کاملی از زندگی خودم بنویسم، چون هنوز این چون 50%ش رو دارید میبینید، 50%ش هنوز گفته نشده و من انشالله براتون خواهم گفت و دوست دارم که اون چی که من تجربه کردم رو برای شما عرض بکنم، که در صورت تمام همه چیز خداونده. این اصلا بعد میخواستم کتاب حقیقت رو بنویسم که این حقیقت زندگیه و خداوند به من ظرف از 55 سالگی در مورد توکل یاد داد و چیزهای زیادی یاد گرفتم، و بعد بر اساس اون حزب حق رو مرام نامش رو بنویسم. امروز در ایران عده زیادی به خاطر بدیهایی که دشمنان دین که خودشون رو ببینید، من در ظرفیت
اونجا گفتم عده ای هستن اگه شما درجه علم خودتون رو بالا ببرید ولی درجه ایمان خودتون رو بالا نبرید، اون رو اونا رو نمیتونید درک بکنید. شما میتونید برید کلاس و درس بخونید ولی ایمان رو بالا بردن کار ساده ای نیست. این خیلی هزینه داره، خیلی، وقتی میگم هزینه مالی نیست و خیلی سختی باید بکشید تا این رشد پیدا بکنید. و اگر این توازن نباشه، خیلی ها آمدن و دکون درست کردن و با این دکون هایی که درست کردن باعث شدن که مردم از دین زده بشن، ولی مردم از خدا زده نشدن و عکس خیلی ها که فکر میکنن و مردم من دیدم که دنبال حقیقت میگردن و در نتیجه این اولویت داده که انشالله من این مرامنامه حزب حق رو ظرف مثلا یک ماه آینده بنویسم و در اختیار عموم بذارم و ببینم که خب. و این اصلش باز برمیگرده به این که هر فرد هست، هر خلق هست، هر وجود هست و خدای خودش، کسی بین شما و خدا نیست. و شما و خدا، اگه شما با خدا باشید، خدا با شما خواهد بود و شما خدا رو، خداوند شما رو نجات بدید. بسیار ممنون. در نتیجه من انشالله میخوام که اون رو حالا بنویسم و بعد به عکس بشه دیگه. اول جای این که اول حزب حق رو تشکیل بدیم، بعد بریم به کتاب حقیقت، بعد کتاب کل خودمون رو بنویسیم. همه چی دست خداست. خیلی ممنون. اگر لطف کنید بعد از برنامه سری به فیسبوک بزنید و این دوستانی که نظراتشون رو نوشتن، مخصوصا الان صحبت از دین و مذهب شد، همشهری من میگه که آقای انصاری شما بعد از 40 سال حکومت آخوندا هنوز هم به اصطلاح به اسلام باور دارید؟ یعنی در اجازه بدیم این رفت بالا، بعدن پیداش میکنید. ولی آقای فریدون رزجو میگه که دوستان عزیز، از دیدن این برنامه به غیر از اون قسمت‌های مذهبی شو اینها، به اصطلاح نظراتتون رو بگید، احتمالا منظورشون درباره شاه و ملت و به اصطلاح سیاست خارجی هست. آقای اوستا تهرانی هم میگه به اندازه تمام آدم ها همان اندازه هم راه هست برای رسیدن به خدا. 100%. بله. خانم حوریه قرداغی که چند مدت پیش مقاله ای نوشته بود و دشمنان زیادی پیدا کرد، چون ایشون گفته بود که آقای رضا پهلوی، من به عنوان یک جوان چه دینی به شما دارم؟ منی که عمر و جوانیم رو جمهوری اسلامی در به اصطلاح از دست دادن آزادی و اینها اسیر بودن و شمایی که از تمام زندگی خوب و راحت استفاده میکردید. اینجا برای شما نوشتن جناب انصاری قصد، فقط قصد نزدیک کردن مردم ایران به خدا را دارند. خودشان در سرزمین کفر دارن زندگی میکنن. خوشبختی که میفرمایند برای ما در سایه خدا، برای از ما بهتران در جامعه دور از خداست. اجازه بده من یه پاسخ کوچولو بدم بعد شما جو. دوستانی که فکر میکنن آمریکا سرزمین کفره، بیان یه روز از یه خیابون رد بشن و تعداد کلیساها رو بشمارن، بیان یه روز برن تو هتلای آمریکا و ببینن که شما هیچ اتاقی توی هتلای آمریکا پیدا نمی‌کنید که کتاب انجیل توی اون نباشه. بیان بریم برای سوپریم کورت، دادگاه عالی آمریکا رو تو واشنگتن نگاه کنید که ده فرمان موسی و اونها آویزون هست اونجا نصب شده. این در سرزمین کفر و اینا از زمان شاه هم بود، جوک هایی ساخته بودن که یه نفر که مثلا میمد ازدواج میکرد با یه خارجی، میگفتن نمیدونم میخ اسلام رو در سرزمین کفر فرو برده و اینها. خب شما نگید دیگه خانم حوری خانم، شما یه روشن فکر ایرانی هستی، شما اینو میگید سو تفاهم درست میکنید. و نظر آقای انصاری هم در این مورد میپرسیم. آقای انصاری، اینی که شما دیندار هستید و دنبال خدا هستید ولی به نظر این دوستان شما در سرزمین کفر زندگی میکنید، چرا؟ بابا من سوال رو یه دفعه ببخشید بعضی وقتا از سر آد، ولی من یه چیزی رو میگم بعد دوباره از شما خواهش میکنم سوال رو برای من تکرار کنید. بفرمایید. میخواستم ببینید از دید من که خدا رو میشناسم و از دید من که به خدا باور دارم و خداوند همه چیز زندگی منه و جلوی آمریکا و روسیه و انگلیس و فرخانوم و آقای هویدا و آقای علم و در تمام زندگیم جلو همه وایستادم و خداوند من رو حفظ کرده،
و خدا رو دیدم. حالا من میگم وقتی که این مصاحبه خانم فلاچی رو با شاه خوندم تازه فهمیدم چرا شاه منو دوست داشت. من چون قبلا خیلی چیزهایی که بین من و خدا هست، خب با اون چیزی که بین شاه و خدا بود، من حالا یه چیزی رو براتون تعریف میکنم که تعریف نکردم برای کسی. من مثلا قبل از اینکه برین به دبستان، کودکستان که بودم، خب می آمدن ما رو مثلا ساعت 4 از در چیز بر می داشتن، از در مدرسه. یه دفعه ساعت 3 به من الهام شد که برو در چیز قایم شو، برو در این خیک‌های بستنی، اون وقتا خیک‌های بزرگ بود بستنی درست میکرد، برو تو اون دوتا خیکی که در اون در کودکستان هست قایم شد. من رفتم قایم شدم و یه ساعت بعد آمدم دیدم همه سر آستیمه دنبال من میگردن و نگو که در ساعت 3 یه عده آمده بودن که من رو بردارن و بدزدن در حقیقت و بعد برن از خانواده من پول بخوان. و بعد ساعت 4 که اون فردی که باید می آمد من رو برداره، وقتی آمد معلوم شد که اونها فرار کردن رفتن. خب این اتفاق برای من افتاده. من چند سالمه؟ مثلا 5 سالمه، 6 سالمه. خب این من که نمیتونم بگم این نیفتاده، که افتاده دیگه. معذرت میخوام، حالا این چجوری شده دیگه، خدا خواسته، خدا حفظ کرده. حالا من از این مسائل و همونطوری که شاه هم داره میگه، یکی از دلایل این که شاید شاه من رو دوست داشت و همیشه میخواست با هم باشم و بیشترم ما صحبت‌های مذهبی با هم میکردیم، همین مسائل مشترکی است که ما با هم تجربه کردیم. حالا من با ایشون فرق داره مسائلا. و چیز دیگه ای که باز من میخوام اینجا به شما بگم، از دید منی که به خدا ایمان دارم، من میگم خداوند زمین و آسمان ها رو خلق فرمود و لحظه به لحظه داره مسائلش رو تدبیر میکنه و همه کارهای خدا از روی حکمت و مصلحته. یعنی خلقت خدا یک خلقت زنده است، همه چیز هم دست خودش. حالا البته خیلی پیچیده تر و ایناست که حالا در همون مرامنامه حزب حق براتون مینویسه، ولی همه چی دست خودشه. یعنی این دنیا دست خداست و شما نمیتونید که بیاید در این دنیا بخواید زندگی کنید، خدا رو بذارید کنار. خب این نمیشه که. در اصل همونجوری گفتم، شما باید اگر میخواید که خوشبخت باشید، خدا رو راضی کنید، خدا شما رو خوشبخت میکنه. حالا آی صوبی منو میشناسه، همین برنامه‌ای که من دارم، بر من هیچی پول ندارم، خدا رو شکر هیچی ندارم از نظر مالی، ولی همیشه همه چی هست. بهترین زندگی رو میکنم، هیچی هم نیست از نظر مالی، برای اینکه خدا فراهم میکنه. حالا این رو خیلی ها نمیفهمن. من با همین آقای جنرال متس که الان وزیر دفاع آمریکاست، ما با ایشون خیلی نزدیک بودم و ایشون هم با من خیلی صحبت میکرد وقتی که رئیس سنترال کامند و اینا بود. و ایشون من گفت این حرفای تو رو من میفهمم، ولی اینا نمیفهمن. حالا اگر که شما نمیبینید، من در هر صورت باید سعی بکنم که شما هم اون چیزی که من لاقل، و من که ایمان نمیدم، که ایمان رو خدا میده، اما صحبتی که باشه ایمان رو خدا میده، و شما هم اونایی هم که من باید سعی کنم اینها رو بهتر باز کنم، اونو که یاد گرفتم رو لاقل برای شما عرض بکنم. وظیفه من، حالا یه چیز دیگر هم که واقعا همین پیروز خودم یاد گرفتم، خب ما وقتی بر خدا توکل میکنیم، کارمون به خدا میسپاریم، خدا کارها رو انجام میده. بعد این دیگه این مسئله منم از بین میره، چون ما یه نقش کوچکی داریم و نقش کوچک خودمون رو بازی میکنیم، ولی اونی که خداست که کار رو انجام میده. و در نتیجه به قول معروف من وظیفه ای دارم که بیام اون چی که بلدم رو به شما بگم. حالا دوستانی دوست دارن قبول کنن، دوستانی، ولی اونم تازه خدا باید بخواد که ببینید. من که خدا نیستم که من یه وظیفه ای دارم، وظیفه خودم رو برای شما انجام میدم. حالا جناب سروی، این خانم، سوال خانم چی بود؟ منو ببخشید، ولی قبل از اون اجازه بدید که آقای مجید خوشنودی نوشتن که من برخلاف دوستان با اعتقادات شخصی آقای انصاری به واسطه صداقتی که در گفتار و سایر موارد صحبتاشون دارن هیچ مشکلی ندارم. خانم حوریه نوشته بودن که شما که نوشته بودن آقای انصاری که از دین و مذهب و خدا صحبت میکنن، چرا خودشون در به اصطلاح کشور کفر زندگی میکنن؟ این بحثا رو وقتی شروع میکنیم متاسفانه دیگه نمیشه نگهش داریم، چون مثلا بعد آقای زمانی نوشته ما نمیگیم سرزمین کفر، اسلامی ها هستن که میگن سرزمین کفر. خب آقای طهمورث بله. ببینید خود باز برمیگیم به قرآن. نه، اگه اونا میگن سرزمین کفر، شما هم استناد میکنید به گفته اونها، دارید مهر تایید میذارید روش.
اگه اونا میگن شما نگید. هر وقت یکی نه میگه اصلا سرزمین... اینجا سرزمین کفر نیست اولا. بله همین من دارم میگم. مثلا همین آقای متس که به قول معروف وزیر دفاع آمریکا فعلیه که من باهاش خیلی نزدیک بودم، بارها نشستم باهاش صحبت کردیم با هم دو نفره، متوجه عرض من هستید و مسئله اونا رو انشالله تو کتاب‌های مختلف براتون می‌نویسم. یا مثلا همین آقای پنس که معاون آقای ترامپ هست، یا همین آقای پومپئو که وزیر خارجه هست، اینا هم که کم مذهبی نیستن که. خود ترامپ روز قسم خوردنش با دو تا انجیل اومد. یا اون آقای گینگریچ مثلا، اینا که هیچ کدوم از من کمترم از من اصلا. من اولا که ما نمیتونیم مقایسه کنیم یا قضاوت کنیم، من ولی اینجا هم اصلا. و حالا برمیگردیم قضیه جواب ایشون، من اگر در ایران میموندم در زمان انقلاب خب منو میکشتن، خب من باید میامدم بیرون دیگه. خب ما آمدیم جایی که درش درس خونده بودیم و بعدم الانم که من برنگشتم به ایران، برای اینکه آمدن از طرف دولت آمریکا به من گفتن آه شما نرو ایران چون اگه بری ایران میگیرنه. خیلی ممنون آقای انصاری، در برنامه آینده برم اونجا منو بگیرن، بعد خوشحال میشن دوستان. بله در برنامه آینده بیشتر در این موارد صحبت میکنیم. اگه دوستان عزیز سوالی دارن، نظری دارن، حتما بپرسن، مطرح کنن، اونها رو در برنامه آینده آقای انصاری پاسخ خواهند داد. خیلی ممنون که با ما بودید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و از دوستان هم ممنونم که با ما بودن در این سفر به قبل از انقلاب و به اصطلاح خاطراتی که شما با شاه و خانواده سلطنتی داشتید. خیلی ممنون آقای انصاری. منم قربان از بینندگان خدا رو شکر میکنم، از شما ممنون هستم، به درگاه خدا دعا میکنم که هرچی زودتر شما سلامت کامل پیدا کنید، چون شما برادر خوب ما هستید. و از بینندگان عزیز خدا رو شکر میکنم، از بینندگان عزیز ممنون هستم، بازم از آقای پتیک ممنون هستم. همونجوری گفتم خدا فراهم میکنه، خب خدا از طریق آقای پتیک فراهم کرد که ما بیاییم در خدمت شما صحبت کنیم و ما از ایشون هم خدا رو شکر میکنیم، ما از ایشون هم ممنون هستم و انشالله که این برنامه یه چیزی به همه ما یاد داده باشه. خدا پشت و پناهتون باشه. خیلی ممنون، به امید دیدار. مرسی، خدا حافظه. خدا نگهدار. دوستان عزیز با آقای احمدعلی مسعود انصاری بودیم. یک بار دیگه فیسبوک ایشون رو نشون میدم، اسمشون همینه، احمد علی مسعود انصاری، چهار قسمت اسمشون، احمد علی مسعود انصاری، و روی فیسبوک هستن. اگه مشکلی داشتید با من تماس بگیرید، تماس با ما هم از طریق مردم tv.com یا info@mardomtv.com یا شماره تلفنایی که زیر تصویر آقای انصاری هم بود 202-695-2573 هم میتونید تکست بفرستید، هم میتونید به اصطلاح پیام بذارید و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یکی دو بار آقای انصاری درباره سلامتی من صحبت کرد، ازشون ممنونم. در این مورد در برنامه خودم صحبت میکنم، چون بعد از دوشنبه که برنامه اجرا کردم، از سه‌شنبه به اصطلاح تا دیروز من در بیمارستان بودم، خاطرات خودم و این اتفاقو میگم که شما هم اگه براتون مشکلی پیش آمد پشت گوش نندازید و به موقع اقدام کنید. بازم از یکایک شما ممنونم، مخصوصا از آقای انصاری که با ما بودن. روز روزگار بر شما خوش.